اهالی بصره از شبه نظامیانی سخن میگن که در خیابانهای این شهر فعالان و معترضان به دخالتهای رژیم ایران رو ترور میکنند. فرق الموت الایرانیه هكذا يعبر سكان البصره عن الميليشيات التي فعالان بصره از تصفیه فیزیکی خود به دست شبه نظامیان میترسند. این ترس به دنبال بازگشت ترورها به خیابانها به ویژه بعد از قتل وسام قراوی، یکی از فعالان که در تظاهرات اخیر بصره شرکت داشت، ایجاد شده است. منابعی در دولت محلی بصره تیم‌های مرگ رژیم ایران که در سرکوب تظاهرکنندگان بصره شرکت داشتند را متهم می‌کنند که 4 فعال برجسته، وکیل جبار عبدالکریم فعال سیاسی، خانم سعاد علا معاون یک مرکز پزشکی، حیدر شاکر و آخرین آنها وسام قراوی را ترور کردند. دولت محلی همچنین خاطر نشان کرد سفارت رژیم ایران در بغداد لیست بسیاری از فعالان که خواهان پایان دادن به نفوذ رژیم ایران در عراق هستند را به شبه نظامیان داده و از آنها خواسته است که این فعالان را تصفیه کنند. موازی با ترورها شبه نظامیان همچنین بسیج گسترده دستگیری فعالان بصره را شروع کردند. برخی از دستگیر شدگان آزاد شدند و برخی دیگر نیز همچنان مفقود هستند. رژیم ایران با وجود مخالفت بسیاری از شیوخ عشایر بصره تلاش می‌کند بصره را در امتداد نفوذ خود قرار دهد. رژیم تهران مخالفت شیوخ بصره را با ضربه زدن به منابع پایه عراق از جمله آب و برق و همچنین ترور فعالان پاسخ می‌دهد. علاوه بر این رژیم ایران جوانان بصره را با توزیع گسترده مواد مخدر نابود می‌کند. رژیم ایران تلاش می‌کند همزمان با افزایش تحریم‌های آمریکا بر منابع انرژی در بصره چنگ بیندازد.